رشوه که بد نیست. راحت‌تر میتونی وام بگیری و کلی کارات جلو میفته. ضرری هم به کسی نمیزنه. حتما این جمله رو شما هم شنیدین. ولی هیچ میدونین کی این حرفو میزنه؟ کسی که توانایی رشوه دادن رو داره. ولی باید بگم برخلاف اعتقاد این عزیزان، رواج رشوه و پارتی بازی و انواع دیگه فساد اداری در هر کشوری آسیبای جبران ناپذیری به اقتصاد و سیاست و خلاصه همه ی ارکان اون کشور میزنه که توی این برنامه چند تاشون رو بررسی میکنیم. اولش این که توی هر جامعه‌ای که فساد و رشوه و پارتی بازی و اینجور چیزا وجود داشته باشه، شکاف طبقاتی عمیق‌تر و فقر شدیدتر میشه. میپرسین چرا؟ خب مثلا آقازاده ها رو در نظر بگیرین که به خاطر روابط فامیلی که با مسئولین و مقامات دارن، بدون داشتن سر سوزنی تخصص استخدام میشن و پست و مقام میگیرن و پول روی پول میذارن. بعدش هم به خاطر همین نبودن فرصت برابر، یه طبقه بسیار مرفه در کنار افراد خیلی فقیر شکل میگیره که باعث میشه تا نابرابری و نبود عدالت اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کنه. یعنی فقرا فقیرتر و پولدارا پولدارتر بشن. تازه این به نظام اخلاقی و ارزشی جامعه هم آسیب میزنه. مثلا پولدار شدن به هر صورتی میشه زرنگی و سالم بودن میشه بی‌ارزگی. دوم این که فساد مثل یه بیماری واگیردار به نظام سیاسی و دستگاه قضایی هم سرایت میکنه. نتیجه وجود فساد در نظام قضایی منجر به نابرابری افراد در برابر قانون و بی‌عدالتی میشه و این خودش برخورد با فساد رو مشکل تر میکنه و به افراد اجازه میده تا از مقام و قدرتی که دارن سوء استفاده کنن. مثلا همین قاضی مرتضوی رو در نظر بگیرین که در قتل زهرا کاظمی و کشته شده های کهریزک و خیلی پرونده های دیگه مقصر بود، اما دادگاهیش که نکردن هیچ، شد رئیس سازمان تأمین اجتماعی و اونجا هم که اختلاس فراوان کرد و نه تنها قوه قضاییه باهاش برخورد نکرد، تازه دو قرط و نیمش هم باقی بود. و اما سوم، فساد باعث میشه که انتخابات آزاد و سالم و رقابتی برگزار نشه و اینجوری افرادی که تخصص ندارن میتونن بیان نامزد بشن و رای ها رو بخرن یا بدزدن و پست و مقام بگیرن. در نظام سیاسی ایران هم که ماشاءالله تا دلتون بخواد از این نمونه ها هست، مثل خرج شدن پولای کثیف توی انتخابات مجلس یا پخش سیب زمینی توسط دولت احمدی نژاد و خرید رای، یا اصلا چرا خریدن، دزدیدن رای و پوزادنش رو که یادتونه. همه اینا از صدقه سر همین فساد اتفاق افتاد. چهارمین مورد از آسیبای وجود فساد اینه که رشد اقتصادی و توسعه کشور رو با مشکل مواجه میکنه. مثلا استخدام افراد غیر متخصص یا دادن پروژه‌های بزرگ اقتصادی به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه به چند برابر قیمت، اختصاص بودجه به نهادهایی که نظارتی به اونا نیست، یا خیلی موارد دیگه. به عنوان مثال گردش مالی حاصل از قاچاق دو برابر بودجه عمران و آبادانی کشوره که بخش عمده این قاچاق توسط برادران قاچاقچی انجام میشه که نه گمرک پرداخت میکنن نه مالیات براشون معنی داره. به همین دلیلم درآمد دولت پایین میاد و پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و سازندگی باقی نمیمونه. علاوه بر این، فساد در دستگاه‌های تصمیم گیرنده باعث میشه که شفافیت در نهادها و روندهای تصمیم گیری وجود نداشته باشه. نبود شفافیت در کنار نبود امکانات برابر، امنیت و ریسک سرمایه‌گذاری در چنین اقتصادی رو بالا میبره و باعث میشه که سرمایه‌گذاری خارجی تمایلی برای مشارکت در پروژه‌های کشور نداشته باشن و سرمایه‌دارای داخلی هم یا پولاشون از کشور خارج کنن یا اونو صرف کارهایی مثل دلالی بکنن. پایین اومدن درآمد دولت در کنار تمایل نداشتن سرمایه‌دارای داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری باعث کاهش رشد و توسعه کشور و ناکارآمدی دولت و در نتیجه بی‌اعتمادی بیشتر جامعه به دولت میشه. حالا بعد از تمام این تأثیرات مخربی که انواع فساد میتونه بر کشور و سلامت جامعه بذاره، بازم فکر میکنین که رشوه چیز خوبیه و به هر قیمتی باید پولدار شد؟ پس تا به این چیزایی که گفتم فکر میکنین، ما هم میریم تا بخش پنجم از ویدیوهای مردم ناظرن رو براتون آماده کنیم.